به خدا قسم رفتم پیش 10 تا مسئول گفتم آقا امام زمانو دارن میزنن، بیاید به شما که شبکه ماهواره با تلویزیون که ما نمیدید، یه شبکه ماهواره هم در اختیار آدم نمیذاره بره حرف بزنه، بیاید یه پولی بذارید بشین یه سایت بزنیم به اسم امام 12 بیام یه کار کنیم. یک قرون ندادن، خودمون پول جمع کردیم الان این سایت 12 سیور منجی 12 طرفه مال ما، اومدیم یه سایت زدیم. یه مقاله میخوای ترجمه کنی چقدر باید پول بدی تو مقاله دقیق باشه و فلان اینجور چیزا. من منتظر نمیمونم که یک نفر بخواد بودجه برای این تخصیص بده اون چیزا. امام زمانم او دنیا به سلابه میکشن منو، میگه تو این کارو میتونستی بکنی، ماشین زیر پاتو میفروختی کار میکردی. نمیگن شوخی نداری، اصلا نمیفهمن وقت میریم تو مسئله فرنگی میگه بابا امام زمانو دارن میزنن، دارن براش بهش میگن در تنگی. رفتم شده یه انگلیسان به کار گرفتم من چند نفر هم گفتم خودش رو بیره کب کرد. یه جایی رفته بودیم زده بود دستشوی اسلامی دستشوی فرهنگی، فرنگی زده فرنگی. من گفتم دقیقا نگرش برخی از مسئولین فرهنگی ما به مقوله فرهنگ همینه. یک دستشوی ای فاتحه سراسری میخونن در مقوله فرهنگ، فاتحه اون فرهنگی رو من خوندم که توش امام زمان تعریف نشد، توف بر اون فرهنگی که توش ولی معصوم خدا جایگاهی نداشته باشه. وای بر من و تو که کار مهدوی رو توی مملکت ما چهار تا گروه انحرافی بیان به دست بگیرن به خاطر مهدویت بیان کار کنن چون من و تو خوابی. میگم پول نداریم کار کنیم. میگم وای بر شما، هزار نفر آدم نیستید نفری هزار تومن مایی بذارید بشه 1,000,000 تومن، هزار نفر آدم مایی 1,000 تومن پول بستنی بچه تون نیم بذارید بیاید کار بکنید، بنر بزنید، شهرداریتون بیاد وسط سالن در اختیار بذاره، اوی که بنر بزنه آقا سخنرانای مهدوی کشور رو برداری بید. نه قرآنن من رایف مثلا وقت ندارم، بردارید بیارید برنامه بذارید کار بکنید، جوونتون آگاه بکنید، انگلیسی بلدی برو سایت بزن، وبلاگ بزن، کلیپ درست کن، زیرنویس کن، بگو دروغ دارن میگن 12 امام همونی که تو کتاب خودته. من با یه مسیحی داشتم حرف میزدم گفتم منجی تو کتاب شما اسمش چیه؟ گفت پسر انسان. گفتم دلام از سبتو که به عیسی میگی پسر خدا که کم کرد یه لحظه. گفت راست میگی، 85 بار اسم منجی تو انجیل با عنوان پسر انسان آمده. خدای ما حکیمه، میدونست این مسیح یا به عیسی میخوان بگم بچه خدا، عمدن اسم منجی رو با چی آورد؟ پسر انسان. گفتم بگو این کیه؟ بابا این چطوری میتونه مسیح باشه وقتی تو خود انجیل عیسی میگه من و پسر انسان با هم میاییم؟ چطور میتونه باشه؟ جواب بدید. کی کار کرد؟ کدوم شبکه‌مون برنامه ساخت؟ منتظر تلویزیون این کار کنه؟ توف بر من و تو. بحث امام زمان با هیچ کی شوخی ندارم. نشستیم لم دادیم اللهم عجل ولی کن فرج. اگه قرار بود خودش بیاد زودتر از اینا میومد. و من و تو چی میمثل؟ همین آقا بیا، آقا بیا، منتظر رو شما بفرمایید. جونش یک قرون پول نمیگذاره طرف. آیه ولایت امیر المومن اومد یقیمون از سلات یعتون از زکات و هم راکعون. زکات رو تو آیه ولایت علی آورد، یعنی آی مردم بفهمید تا زکات ندید ولایتی برپا نمیشه. منتظر فلان مسئول فرد بابا تو مملکت ما یه چپی میاد را بالا راسته رو میریزه بیرون، راسته میاد بالا چپی ها رو میریزه بیرون، اوتوبوسی هم میریزن بیرون. بیا برو بهش بگو آقا بیا سایت بزن برای انگلیسی ها، بیا بگو برو یه سایت بزن کوفت نیوز. دیدی دیگه، هزار درد نیوز، کوفت نیوز، ایکس نیوز، ایگرگ نیوز، مرگ نیوز مملکت رو گرفته، هر کدومش هم مالکی از آقایونه، پولای بیت المال هم دارن خرج میکنن. بابا داره کل مخ مسیح 2 میلیارد نفر آدمن اینا،
اینا منطق ندارن، اینا استدلال ندارن، من و تو استدلال داریم. او پرستیوی داره چیکار میکنه؟ منتظر او کار بکنه. تو چی کاره این وسط؟ خب هر کدومتون که ول میکنن یه سرتون کلاس زبانه. چی کار کردی برای امام زمان؟ هی من میگم برای امام زمانم چی کار کنم؟ با کفت امام زمان نمیدونی چی کار بکنی؟ باشتا نگاه کن تا بابا امروز عرصه کار رسانه‌ایه، هر کدوم شما باید یه سایت توی وبلاگ داشته باشید، پر بکنید. وقتی بزنن مهدی اول سایت من و تو بیاد، مطالب من و تو بیاد. انگلیسی بلدی صوت ضبط کن، روش عکس بذار، بذاتون یوتیوب لامصب. بابا مهدی اینه زو مسیحه برسنش. قرآن میگه جواب میده کار کنید، کار کنید. این مسیحی هم تعدیلشون بیزارن از یهودی ها، چون تو انجیلشون نوشته یهودی ها عیسی را به صلیب کشیدن. این آیه را از انجیل نمیتونن حذف کنن.